بسم الله النور، بسم الله النور، النور بسم الله، نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان. عزیزان در هر کجا که هستید، بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشالله که همواره صحتمند و سلامت باشید. یک روز بسیار زیبای چهارشنبه دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم عالمی بزرگوار هستیم و از حضور ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم عالمی، بسیار خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما مجری عزیز و همه بینندگان محترم. تشکر از شما خانم عالمی. بحثی که در روزهای چهارشنبه بینندگان عزیز از ما هم میدانند که با شما بزرگوار داریم و شما برای از ما و بینندگان عزیز از ما توضیح میدن، بحث و مبحث حجاب هست که یک مسئله بسیار سخت است، از او جهت که در جامعه جهانی و یک مسلمان ها دیگه الان در کتله های خودشان، در جمع های بسته خودشان حضور ندارن، در کشورهای متعدد حضور دارن، افراد مختلفی را میبینن، با دین های مختلف و پوشش های مختلف را میبینن، ممکن است سوالاتی در ذهنشان ایجاد شود. بحث ما در باب شبهات یا سوالات پیرامون مسئله حجاب هست که در جلسه قبل شما برای بینندگان از ما یک مقدار از این سوالات را پاسخ دادین و ما در این جلسه انشاءالله یک دو یا سه سوال دیگر هم انشاءالله از شما پرسان میکنیم و امیدواریم که پاسخ بگیریم. یکی از مسائلی که خانم عالمی بزرگوار مطرح میشه به عنوان ای که در رد حجاب مخالفان حجابی را مطرح میکنند است که حجاب مخالف با پیشرفت است، در تغایر با پیشرفت است. چون ما نگاه میکنیم هر کشوری که الان به عنوان کشور جهان اول مطرح است و به عنوان کشور پیشرفته مطرح است، از لحاظ صنعت، از لحاظ علم پیشرفت کرده و بسیاری از مردم از ما در کشورهای مسلمان از خاطر فقر، از خاطر ناداری، از خاطر شرایط اقتصادی، از خاطر شرایط امنیت و اینها و اون کشورها میرن، عموما کشورهایی هستن که به حجاب اعتقادی ندارند. شاید بشه بزرگترین فرق و تفاوت بین این دو گروه کشورها را نمیدانست که کشورهای ما کشورهای مسلمان هستند، همه خانم‌ها حجاب دارند، کشورهای دیگه، کشورهای جهان اول، کشورهای غیر مسلمان هستند و اعتقادی به حجاب ندارند. شاید علت همین پیشرفت که در کشورهای غربی وجود داره مسئله حجاب نداشتن خانم‌ها باشه که به دلایل مختلف ممکن همین عدم حجاب باعث شود که مردم به سمت پیشرفت برن و کشورها به سمت پیشرفت برن. کمایی که این مسئله، این سوال در ذهن بسیاری مسلمان از سالهای اخیر در قرن اخیر بوده و ما در تاریخ معاصر هم داریم که مثلا رضا خان در ایران، آتاتورک در ترکیه و در افغانستان هم ظاهر شد، سعی کرد برای مدرن کردن کشورهای خودشان، برای که کشورهای خودشان پیشرفته بسازن، قدم اول حجاب را از بین خانم ها بردارند. انمی سوال را چطور پاسخ میدیم که آیا رابطه حقیقتا وجود داره بین عدم حجاب و پیشرفت یا نه، و یا که نه هیچ رابطه وجود نداره و این تصور ماست که فکر میکنیم که یک رابطه بین این دو وجود داره؟ بله، بسیار سوال خوبیه، چرا که شاید در محافل جهانی واقعا خیلی مطرح باشه که کشورهای اسلامی یکی از علتهای عقب ماندگیشان حجابی هست که زنان اونها دارن. بله. ولی خب با همین قاطعیتی که اونهای شوهر مطرح میکنن و شما فرمودین که این کشورهایی که جهان اول هستن چون حجاب ندارن، خب اینها پیشرفته شدن، خب این سوالاتی هست که اینا مطرح میکنن و از اون طرف خب کشورهای مسلمان، کشورهای که حکومت دینی دارن، اینها چون حجاب دارن، مسلمان هستن، بنابراین عقب مانده هستن. میشه گفت که هیچ رابطه مستقیمی بین این توسعه یافتگی کشورهای غربی و عقب ماندگی کشورهای اسلامی وجود ندارد، چرا که نمونه بارزش رو ما در غرب میبینیم. آیا کشورهای غربی همه پیشرفته هستن؟ آیا کشوری مثل ویتنام که هیچ حجابی نداره یک کشور پیشرفته هست، توسعه یافته هست؟ ما می‌بینیم که ویتنام
در نهایت آزادی و مثل سایر کشورهای غربی هست، یعنی حجاب اونجا هیچ اجباری نیست، آزادی هست، ولی هیچ پیشرفتی نداره، یک کشور کاملا عقب مانده هست. ولی از این سو یک کشوری مثل مالزی رو شما در نظر داشته باشین که کشور اسلامی هست، همه بالای 60% مردم مسلمان هستن و حجاب هم مردمشون هم که میبینید که بسیار حجاب مقبولی هم دارن، بله واقعا خیلی بله انسان های دوست داشتنی هستن. وقتی ما میبینیم اونها را در تلویزیون یا جاهای دیگه که میبینیم، بسیار حجاب محکم دارن، خیلی برخلاف محکم برخی هستن. از مردم از ما که ممکن که مویشان دیده شوه از زیر چادریشون، ولی اونا بسیار حجابشون محکم اصلا است. حجابشون مثل هست. وقتی میریم که کشورهای دیگه، ما خب کسایی دیدم که میگفتن ما که میرفتیم حج، در هتل ها که میرفتیم جا، خدمه ها همه از کشورهای مالزیایی و اندونزیایی بودن و اینها بسیار حجاب های خیلی زیبایی داشتن، این بسیار زنان عفیفی داشتن، خیلی باحیا بودن. ولی ما میبینیم که مالزی کشور توسعه یافته و بله پیشرفته هست، این کشور عقب مانده نیست. بنابراین مصداق زیاد هست. این ما نمیتونیم بگیم که صرف داشتن حجاب در کشورهای اسلامی باعث شده که کشورهای اسلامی عقب مانده بمانه، و از اون طرف کشورهای غربی توسعه یافتن. چرا؟ چون زنانشون حجاب بی‌حجاب ندارن و بودن. آزادی به روش خودشان، حالا آزادی جنسی دارن زیاد در اونجا وجود داره. این واقعا صحت نداره. خب ما همطور که میبینیم، آیا چرا در که کشورهای آفریقایی هم که نگاه میکنیم بینیم خانم چقدر آلمی؟ عقب مانده بله هستن و بله ما بوی از حجاب و حتی دین مدار کشورها ما نمیبینیم، که مردمی هستن که شاید واقعا حتی ندارن که دینشان چی هست، اینها چه برسد به حجاب. این از حتی انسان مثل برخی از کشورهای آفریقایی در برخی از مناطق مثل انسانهای اولیه زندگی میکنن، این حتی در او حد پوشش ندارن که کشورهای پیشرفته دارن اونا، حتی بله اون بله همون قدر هم ندارن. ولی خب باز هم میبینیم که بسیار سطح زندگی پایینی دارن و این واقعا نشان میده که حجاب، بله بین حجاب و عقب ماندگی و بیهجابی و توسعه یافتگی هیچ رابطه مستقیم وجود نداره. خب ما خب چرا خب کشورهای اسلامی عقب مانده هستن؟ اگر حجاب می داشتن، خب این اگر حجاب نمی داشتن، خب می تونستن آزادتر باشن، به فعالیت های بیشتر بپردازن و پیشرفت کنن. آیا واقعا اگر ما حجاب رو از زنان بگیریم، حجاب در کشورهای اسلامی از زنان گرفته بشه و بگیم که خب از این بعد در کشورهای اسلامی زنان آزاد هستن، همونطور هر مثل کشورهای غربی مثل ترکیه، حالا ما شاید مثال خب ممکن هست متناقض هم در بیاد، خب ولی همونطور که شما فرمودین یک زمانی در ایران خب رضاخان اومد، در ترکیه آتاتورک و در افغانستان ظاهرشاه اینها آمدن بحث کشف حجاب را در کشور اجباری کردن، درسته؟ ولی واقعا چه نتیجه گرفتن؟ آیا کشورهای کشور ما بعد از او قضیه واقعا پیشرفت کرد؟ یعنی ای باعث شد که کشور ما به سمت پیشرفت پیش بره؟ یعنی ای حالت بیهجابی یا نه؟ عقب ماندگی کشورهای اسلامی یک ریشه خیلی عمیق تری داره. ما یعنی در حجاب نباید جستجو شود، جسی این عقب ماندگی همونطور دلیل که دیگه داره. پیشرفته غرب در بیهجابی نیست. یعنی واقعا ما الان فکر میکنیم شما اگر مثلا ببینیم یک کسی که خب در غرب دانشمند هست و یک اختراع خیلی مهم رو انجام داره، به طور مثال همین واکسن کووید 19 را خب کشف کرده، این شخص چون حجاب نداشته تونسته واکسن را کشف کنه، دیگه آیا این میتونه سختی هایش نمیبینیم، شب بیداریش تلاش نمیبینیم، هایی که تلاش هایش ما نمیبینیم. کشورهای غربی کشورهایی هستن که بسیار تلاش کردن اونها، خب غیر از اینکه خب این کشورها خب بیشترشان مثل برخی از کشورهای استکبار خب اینها سلطجو بودن، خیلی بر کشورهای مسلمان اینها استعمار کردن. استعمار بله کردن، کشورهای مسلمان رو به استعمار گرفتن. یکی از علتهای همین عقب ماندگی کشورهای اسلامی هم همینطور هست که سید جمال الدین افغانی هم بله میگن که یکی از علتهای عقب ماندگی کشورهای اسلامی هست که کشورهای اسلامی همیشه مستعمره کشورهای غربی بودن. یعنی کشورهای غربی به دلیل داشتن او قدرت نظامی از یک
زمان خاصی که بله. از دوره عثمانی به بعد که اینها دچار دوره قدرت نظامی پیدا کردن، اینها بر کشورهای اسلامی سلطه کردن و یکی از علتهای عقب ماندگی کشور اسلامی را در همین بینه، که البته دلایل دیگه هم داره از این قبیل که خب کشورهای اسلامی همونطور که میبینیم ما در منطقه خودمون هم حتی ببینیم در مناطق کشورهای عربی هم که ببینیم، کشورهایی هستن که حکومت‌های مستبدی دارن. شما در کشورهای عربی می‌بینید که همه حکومت‌ها حکومت‌های خلیفه نشین هستن. بله. هیچ نوع آزادی در این کشورها برای افراد برای رشد و شکوفایی اینها وجود نداره. اینها همیشه مستعمره کشورهای غربی بودن. پس یکی از مهمترین دلایل میتونه این استعمار باشه، میتونه استعمار باشه، دیکتاتوری باشه، استبداد دیکتاتوری باشه. باشه که در قطعا حجاب نمیتونه دلیل باشه. و شاید خب این کشورها هم ممکن است در اونها مثل یک کشور خب مسلمان باشه، خب حجاب در اون آزاد باشه، یک کشور خب مسلمان هم باشه ولی خب حجاب در اون اجباری باشه، ولی بحث حجاب هیچ دخالتی در پیشرفت یا عقب ماندگی کشورهای اسلامی نداره. نداره، چون اگر خانم عالمی بزرگوار، من به ذهنم رسید که اگر که بی‌حجابی و حجاب نداشتن، عامل پیشرفت یک جامعه شود، باید که نمون جوامع ابتدایی که مثلا در جنگل ها زندگی میکنن از کلگی مردم دنیا که پیشرفت‌تر باشن، در حالی که اینطور نیستن. قبل از اینکه سوال بعدی برنامه را من از شما خانم عالمی بزرگوار پرسان کنم، یک مسئله که به ذهنم رسید که برای شما بینندگان عزیز اشتراک بگذارم است که من یک کتاب را مطالعه میکردم که قطعا بسیاری از شما بینندگان عزیز اسم کتاب را شنیدین، قابوسنامه است، که یک کتاب پند است به زبان فارسی که توسط یک نفر نوشته شده در زمان حکومت غزنویان نوشته شده، یعنی سالهای سال قبل نوشته شده، و نمی فرد این کتاب را برای فرزند خودش نوشته، در واقع یک پند و نصیحت است برای فرزند خودش به اسم گیلانشاه، که این فرد چون خودش حاکم یک منطقه بوده و برداشتش ای بوده، تصورش ای بوده که حالی ما از این دنیا برم، اولاد از ما حاکم همین منطقه میشن، پس ما بهتر که یک پند را به صورت مکتوب برای اولاد خودم بنویسم، که تو این پند را در زندگی خودت، در سیاست ورزی خودت، در حکومت داری و کشورداری خودت استفاده بکن، و این کتاب را به عنوان قابوس نامه مینویسه. خودی فرد مشهور است به عنوان قابوس. در این کتاب من چند روز پیش مطالعه میکردم، متوجه شدم که اولین فصل از فصلهای این کتاب که پند و نصیحت و اندرز است، در مورد خداوند متعال نوشته، ویژگی خداوند را گفته و در مورد خداوند حمد و ثنا کرده و مسائل بسیار دقیقی را، بسیار بسیار دقیق، که مثلا مسائلی است که در باید که در کتاب‌های عقاید و در کتاب‌های اعتقادات و در کلام اسلامی نوشته شود، ولی نمو مسائل را در کتاب پند خودش برای اولاد خودش نوشته، که خداوند از او حدی بالاست که حتی ما نمیتونیم که شکر و ثنای خداوند را بکنیم، چی به اینکه بتونیم خداوند را بشناسیم. خب از اینجا شروع میکنه، کم کم قدم به قدم از شناخت خدا شروع میکنه، بعد به سر نصیحت‌ها میره و نصیحت میکنه. مقصود من از حرف است که گذشتگان از ما به جد اعتقاد داشتند به ای که حتی در زندگی دنیوی وقتی انسان میخواد که پیشرفت کنه، در زندگی، در سیاست ورزی خودش، در زندگی اجتماعی خودش، باید که خداوند را از یاد نبره. قدم اول برای هر کاری است که خدا را در نظر بگیریم، دین خودمون که اسلام است در نظر بگیریم، و بعد با توجه به انمی مسیری که خداوند برای از ما تعیین کرده، در این مسیر گام برداریم و حرکت کنیم اگر که میخواییم که زندگی موفق داشته باشیم. و یک دلیل که انمی کتاب در بین مردم بسیار مشهور و محبوب هم شد، انمی مسئله بود توجه و دقت داشت به که اول خداوند و بعد با توجه به فرامین و دستورات خداوند قدم‌های بعدی را برای زندگی روزمره خودمون باید برداریم. خانم عالمی بزرگوار، این نشان میده که اگر ما میخواییم که در زندگی اجتماعی خود موفق شون، باید ببینیم خداوند چی میگه.
و این باور همیشگی مسلمان ها بوده که ما باید راهی که خداوند برای ما تعیین کرده را حرکت بکنیم. در مسئله حجاب هم میگونه است، یعنی ما به عنوان یک فرد اگر که میخوایم در زندگی اجتماعی حضور داشته باشیم به عنوان یک زن مسلمان، باید بدونیم که خداوند متعال چی میگه. آیا خداوند مرا توصیه به بی‌حجابی میکنه، توصیه به حجاب میکنه؟ و بعد قدمای بعدی خودم بردارم اگر من حقیقتا باور به خداوند متعال داشته باشم، باور به دین اسلام داشته باشم، باور به اندیشه های اسلامی و مذهبی داشته باشم، وقتی که میبینم و مطمئن هستم که در دین خداوند توصیه کرده به حجاب، دیگه جای شک و شبهه بر از واقعی نمیمونه. این مسئله رو گفتم برای که برای از ما معلوم شود که وقتی ما شبهات حجاب را مطرح میکنیم، یک رقم برای که حالا دلها قرار بگیره، دلها آرام شود، از اون جهت است. وگرنه به عنوان مسلمان ما و شما قطعا باور داریم که حجاب یک امری است که از طرف خداوند بر ما دستور داده شده و دستور است که به نفع از ما برای حضور در همین زندگی دنیایی است و او را انجام میدم. و این مسائلی که در این جلسات مطرح میشه صرفا برای قراری دلهاست، برای کسایی که ممکنه در ذهنشون سوالاتی ممکنه که ایجاد شوه. سوال دوم که خانم عالمی بزرگوار در ذهن از من میرسه که ممکن که دیگه افراد به ویژه کسایی که در کشورهای غربی هستن به ذهنشون برسه، است که در کشورهای غربی ما میبینیم که بسیاری از خانوم ها زندگی میکنن بسیار با حیا، بسیار عفیف، اما حجاب ندارن. یعنی این خانوم ها خدای نکرده اهل گناه نیستن، بسیاری از مسائل اخلاق را رعایت میکنن و بسیاری از مسائلی که رعایت میکنن حتی مسائلی که در دین از ما بسیار برش توصیه شدن و با نامحرم نحوه مراوده و گفتگویی که با دیگران با مردهای نامحرم دارن یک مراوده بسیار انسانی است، اما حجاب ندارن. پس میشه نتیجه گرفت که یک فرد میتونه یک زندگی بسیار عفیف و با حیا داشته باشه اما حجاب نداشته باشه. آیا این نتیجه گیری صحیح است؟ بله، قبل از اینکه وارد بحث همین بخوایم این سوال را به شما پاسخ بدم، میخوایم این خود بحث حیا و عفت را که شما فرمودین در کنار حجاب یک باز بکنیم، ببینیم که واقعا خود حیا و عفت به چه مفهوم هست. حیا یک حالت نفسانی، یک حالت درونی هست که افراد رو باز می‌دارن از اعمال قبیح، اعمالی که قبیح هستند و ناپسند. عفت همین یه حالت نفسانی هست، یه حالت درونی هست که فرد را باز می‌داره از اعمالی که حرام هست، ولی خب ممکن است این اعمال خب زیبا باشه. به طور مثال، خب ما مثال می‌زنیم در بحث عفت. عفت خب میشه گفت یک بخشی از حیا را تشکیل میده. ما اگه وقتی میگیم که حیا یک عامل درونی هست که ما رو باز میداره از یک عمل قبیح، و البته عنصر ناظر هم اینجا خیلی نقش کلیدی داره، یعنی شخصی که میخواد از یک عملی رو انجام بده، به طور مثال خدا رو ناظر خودش میبینه، البته از یک نفر شرم میکنه، از یک نفر شرم میکنه، از مردم شرم میکنه. ممکن هست در دل خودش بگه خب من از امام زمان علیه السلام خب شرم میکنم که عمل ناپسند رو انجام ندم. این عنصر ناظر بسیار مهم هست در بحث حیا، که شخص بیاد او فعل را انجام بده یا فعل را ترک کنه در بحث حیا. در بحث عفاف خب که بخشی از حیا را شامل میشه، که باز حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم میفرمایند که هر چقدر که عفت زیاد باشه حیا هم بیشتر هست، یعنی بخشی از حیا را تشکیل میده. ممکن است یک فعل باشه که فرد به خودش بگه خب این فعل حرام است، ولی خب ممکن برای من لذت داره. به طور مثال همین غیبتی که پشت یک نفر انجام میده، خب عفت کلامی که اگه شخص عفت کلام داشته باشه دیگه پشت کس غیبت نمیکنه، ولی خب غیبت کردن خب یک لذتی هم داره. اینطوری که ممکن است خب اگر از شخص دلخوری داشته باشه یا ناراحتی داشته باشه، ممکن است همونجا خب برایش تشفی قلب میشه. دقیقاً همینطور است. ولی خب این عفت کلام
باعث میشه که این شخص دیگه او حالت رو دیگه از او حالت خودش را باز داره از این فعل غیبت کردن. البته باز در بحث عفت بیشتر شامل مسائل اقتصادی میشه و مسائل غریزی و جنسی. با بحث بقیه مباحث را زیر مجموعه حیا قلم داد میکنیم. بله. خب بس این میشه حیا، یعنی حیا یک حالت درونی و نفسانی هست. بله. و این حیا هم مراتب داره. مراتبش هم برمیگرده به چی؟ به اون عنصر کلیدی که گفتم، اون ناظر. ما چه کسی رو ناظر قرار بدیم برای خودمون؟ ناظر ما خدا هست، یعنی به خاطر اینکه در پیشگاه خداوند متعال مرتکب یک قبح نشیم او عمل را انجام نمیدیم، یا ممکن است به خاطر ترس از مذمت و شماتت مردم و مورد سرزنش قرار گرفتن مردم او عمل را انجام ندیم، این هم ممکن هست، یا هم ممکن هست ناظر ما معصومین علیه السلام باشن. یعنی مثلا فرد به خودش بگه من به خاطر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیخوام که موهایم دیده بشه، نمیخوام که لباسی بپوشم که دل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به درد بیارم. یعنی یک ناظر معنوی، یک ناظر معنوی را در خودش متصور میشه و او باعث میشه که این حیا باعث میشه که او فعل را ترک کنه یا او فعل را انجام نده. این یک عنصرش هست. اینها مراتب حیا هستن و عده هستن که ممکن است به خاطر مردم خوب گفتیم باشه، که البته یک مرتبه خیلی یکی همین ممکن است افرادی که شما میفرمایید در کشورهای غربی و حتی در کشور خودمون در همین جامعه خودمون کسایی هستن که حجاب درست ندارن ولی قلبا افراد سالمی هستن، از لحاظ اخلاقی در پی فسق و فجور و فساد نیستن. اینها کسانی نیستن که اصلا به خودشون اجازه نمیدن که کسی به اونها دست درازی کنن، ولی خب حجاب را قبول ندارن، ممکن است هم بحث سر و گردن را خب نپوشنن. اینها خب اون اعمال دیگری که انجام میدن یا از خدا شرم میکنن یا به خاطر مردم هست یا که به خاطر خودشان هست، یعنی فطرتشون بهشون اجازه نمیده که این اعمال رو انجام بدن، ولی درجه از حیا رو دارن. ما نمیتونیم بگیم که اینا 100% افراد بی حیایی هستن، ولی خب باید هم این هم در نظر داشته باشیم که شخصی که کاملا بحث حجاب حیا رو قبول داشته باشه، این اون چیزهایی رو که برای یک زن به عنوان حیا در نظر گرفته بشه. و البته این بحث حیا و عفت اینها چیزهایی نیست که جنسیتی باشه که ما بگیم فقط مختص زن هست و یا مردم از اینها مبرا هستن، اونها رو بگیم نه شما نیازی نیست که حیا داشته باشین یا عفت داشته باشین، برعکس مختص هر دو گروه هست، هم زن و هم مرد را شامل میشه. مخصوصا بحث عفت که بیشتر برای آقایان خب بیشتر شامل میشه که اینها بیشتر عفت نگاه داشته باشن که خیلی واقعا مهم هست، چون حالت خود کنترلی اون کنترل خودشون این بیش عفت میگن. و ولی بحث حجاب در کنار حیا و عفت یک مبحث ظاهری حیا و عفت هست. این شاید ما بگیم خب من الان حجاب ندارم، من سر و گردن خود رو نمیخوام بپوشونم، موهایم رو نمیخوام، ولی حیا دارم، ولی حیا دارم. شما درست هست مرتبه ای از حیا رو دارید، ولی او کسی که حیای کامل رو داشته باشه بروز و ظهورش در چی هست؟ در نوع پوششش هست. یعنی من به عنوان یک زن وقتی که وارد جامعه میشم، اگر قصدم ای باشه که در جامعه به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان ظاهر بشم و هیچ گونه هدفی جز حضور اجتماعی و انسانی در جامعه نداشته باشم، خب میگم خب درست است من نمیخوام روسری سرم کنم، نمیخوام که چادر سرم کنم، ولی خب تمامی او شؤون مربوط به حیا و عفت را رعایت میکنم. ولی خب وقتی وارد جامعه میشم چه اتفاق میفته؟ با همین که من ممکن است خیلی شخصیت عفیفی باشم و با حیایی باشم، ولی خب ممکن است جامعه را دوچاره اختلال کنم. یعنی او از او حالت نداشتن حجاب من
جامعه آسیب ببینه. بنابراین ظهور و ثمره حیا و عفت چی هست؟ حجاب هست. و ما خانم عالمی بزرگوار، شما ببینید که من برداشت یک کدوم از صحبت شما درست است. یعنی ما ممکن که هر پوشش داشته باشیم، ولی به نظر خودمان مرتبه خوبی از حیا را دارا باشیم، اما مسئله است که وقتی در اجتماع حاضر میشم، طرف مقابل چه برداشتی از من میکنم و شاید وایبی که اصطلاحا میگم من به اطرافیان خود میدم، برخلاف چیزی که در قلب من است، یک وایب با حیا نباشه، دیگران اینو می برداشت نسبت به من نداشته باشن، احساس کنن که یک فرد بی حیاست. وقتی یک فرد بی حیاست، خود در معرض هر گونه مسئله قرار میده. ممکن که یک فرد خدای نکرده غرض و مرض دار پیدا شوه و خدای نکرده توهین و تعریضی به من به عنوان یک فردی که به حجاب پایبند نیستم انجام بدم. اگر که من میخوایم که حقیقتا حیا داشته باشم و از مراتب بالایی از حیا بهره مند بشم و در اجتماع وقتی حاضر میشم دیگران هم مرا به عنوان یک فرد با حیا بشناسن، باید تلاش بکنم که حجاب خودم را حفظ بکنم و حجاب داشته باشم. بله دقیقا همینطور است. این میشه گفت تقریبا خلاصه مطالبی که ما گفتم خدمت شما. و از او طرف هم افرادی هستن که ما میبینیم در جامعه بسیار حجاب کامل دارن، یعنی وقتی که در جامعه ظاهر میشن اینا خب تمامی اصول پوشش را رعایت میکنن، ولی متاسفانه حیا و عفت درستی ندارن. درست انمی سوال است که بسیاری افراد پرسان میکنن خیلی که پس نتیجه میگیرم که حجاب و حیا مرتبط نیستن. بسیار هم این نتیجهش این نمیشه که حجاب و حیا مرتبط نیستن. نتیجهش این است او کسی که حجاب داره و حیا نداره، خب این حجاب را به چه دلیل دارستن؟ او کسی که حیا، ما میگیم حیا و عفت اینها مقدمه حجاب هست، یعنی از لوازمه ظاهری حیا و عفت حجاب هست، حجاب هست، نمود ظاهریش هست. اما او کسی که در اجتماع به صورت یک فرد کاملا محجب و ظاهر میشه، شاید اصلا سر تا پایش را بسیار وقتی ما ببینیم کاملا محجب است، اما وقتی رفتارهایش را میبینیم، صحبت کردنش را میبینیم، نحوه راه رفتنش و حتی مخاطب قرار دادنش، این فرد را میبینیم که کاملا از حیا دور هست. بله بله بله. از این مکارم حیا خود جزو مکارم اخلاقی هست، این خلق را نداره. این چه میخوایم ببینیم که کسی که حجاب کامل را داره اصلا چرا حیا نداره؟ ممکن است دلایل مختلف داشته باشه. یکی اینکه ممکن هست اصلا حیا را ندونه چی هست، این مثلا به مباحث حیا کاملا جهل داشته باشه، این اطلاعات کافی ناآگاه باشه، یعنی متوجه نباشه که رفتارهایی که داره از او در جامعه سر میزنه یک رفتارهایی هستش که شخصیت و عفت او را زیر سوال میبرن. نحوه صحبت کردنش، نحوه برخورد کردن با اطرافیانش ممکن است اصلا متوجه نباشه که بله. این رفتار هم در بین مذهب میخوام در کلام شما در بین نوجوان ها ممکنه که ما ببینیم که تازه پا به عرصه جوانی و نوجوانی گذاشته، پا به اجتماع میگذاره، نمیفهمه که چه رقم از خود رفتار نشان بده. این نیاز به آموزش داره، یعنی حقیقتا دلش پاک است. یک نفر باید یک مادر، یک بزرگتر، یک معلم برایش آموزش و تعلیم بده که چه رقم رفتار کنی که تو در منظر دیگران هم با حیا معلوم شوی. بله همینطور است. حیا و عفت اساسا از عواملی هستن که باید آموزش داده بشه به فرزندان ما. از همون دوران طفولیت باید در بحث عفت و حیا باید با فرزندان آموزش داده بشه که اینها واقعا بدانن که وقتی از زمان طفولیت اینها ببینن در مقابل چشمانشون که پدرشون مادرشون چجوری حیا دارن و یک سری آموزش های خب هست. ولی خب واقعا خیلی من حتی یک کتابی رو دیدم که چگونه فرزندان با حیایی داشته باشیم و این خیلی برای من جالب بود، چون خودم یک طفلی دارم که خیلی در این زمینه دغدغه دارم. واقعا پیشنهاد دادم که کسانی که اطفالی، حالا چه دختره چه پسر دارن، حتما بحث اینطور مباحث را مطالعه کنم، چرا که واقعا ما خودمون حتی ممکن است ندانیم که چطور فرزندانمون رو تربیت کنیم که در آینده افراد با حیایی باشن.
و این ممکن است عدم آگاهی باشه. یک علت دیگر هم ممکن است حجابی که او شخص داشته باشه یک حجاب تحمیلی باشه، یعنی از روی اختیار نباشه، این شخص حجابی رو باشه که خب خانوادش به او تحمیل کرده باشه یا جامعه بر اساس قرار گرفتن در محیط کاری یا اجتماعی یا هر تحصیلی یا هر جایی که قرار گرفته به خاطر او امتیازی که قرار است به او تعلق بگیره ممکن است او حجاب را داشته باشه. و من میگه خب اونجا در یک برنامه خب اونان کارشناس با اونو با چادری ظاهر بشه، خب من مجبور هستم برای که امتیاز را داشته باشم حالا باید چادر سرم کنم، یا شخصی ممکنه در یک جای منفعتی بو برسه و حجاب داشته باشه، ولی خب ای چون او اصل حجاب را قبول نداره بنابراین رفتارهایش هم ممکن است بر اساس او ظاهری که داره از روی عفت و حیا نباشه. و باز انمی فرد برداشت ما است که گرچه ممکن از مواهب چادر بهره مند شود ولی در نهایت چون رفتارش ممکن که از روی حیا نباشه خود دیگران هم انمی رفتار را درک میکنن، دریافت میکنن. اگر خدای نکرده مسئله متوجه خانم هایی است که حجاب ندارن، ممکن که متوجه انمی خانم شود با وجود حجابی که دارن. متاسفانه همینطور هست. و یک عده دیگر هم هستن که خب همونطوری که مطرح برنامه قبل هم شما فرمودین که در بحث احکام اسلامی گزینش میکنن، من میگن خب چادر خیلی زیباست و چادر دوست دارم چون احساس امنیت میکنه در هم در ممکن است واقعا همینطور باشد به عنوان یک ابزار امنیتی از او استفاده کنه. خب میگه من وقتی در جامعه ظاهر میشم چادر به من شخصیت میده، به من متانت میده، ولی خب من در حقیقت قبولش ندارم، میره در حقیقت قبول ندارم، ولی به عنوان یک ابزار امنیتی، یک سپر امنیتی در اجتماع از او استفاده میکنم. اینها باعث میشه که واقعا در جامعه حجاب همیشه مورد انتقاد و نقد قرار بگیره، چرا که اصل حجاب و اصل حیا و عفت اینها مباحثی هستند که با تفاوت هایی که دارن بسیار با همدیگه مرتبط هستن. یعنی کسی که واقعا حجاب حقیقی را قبول داشته باشه، حجاب حقیقی نشأت میگیره از همون احساسات درونی فرد، یعنی از حیا، از همون حس عفت و عفیف بودن شخص. بنابراین یک شخص با حجاب تمامی او قواعد حیا و عفت را قبول داره. اگر کسی که با حجاب حقیقی باشه، حقیقی داشته باشه، حجابی که باشه از روی اختیار باشه، حجاب تحمیلی نباشه، حجابی باشه از روی معرفت و شناخت داشته باشه و بعد اعتقادیش برای او فرد مهم باشه، یعنی یک بحث اعتقادیش هم قبول داشته باشه، همونطور که شما فرمودین خب ما به عنوان یک مسلمان حجاب را سوای از این که یک حق اجتماعی و حق شهروندی ممکن است در یک جامعه باشه، یک بعد اعتقادی هم برای قائل هستیم، یک وظیفه است که خداوند بردوش از ما قرار داده، حق الله هست، یک حقی هست که برگردن از ما برگردن ما هست. و خیلی بسیار عجیب است خانم عالمی بزرگوار که بسیاری افرادی که اعتقاد به حجاب هم ندارن یا سوالات و شبهات پیرامون حجاب مطرح میکنن، در مورد مسئله مثلا نماز خواندن همین سوالات رو مطرح نمیکنن و انجام میدن. من فکر میکنم این مسئله گزینش انتخاب کردن بسیار دقیقا همینطور هست. چرا که تشکر میکنم از شما، معذرت میخوام، وقت برنامه متاسفانه تمام شد. عزیزان و بینندگان محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 فراموش نکنید بزرگواران. در لحظات ملکوت و زیبای اذان و نماز با وقت شهر بسیار زیبای کابل، ما و همکاران از ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام.